میخوام یه مسئله رو حل کنم. فرستادن ویدیو از توی پریمیر مستقیما برای آپلود در اینستاگرام یا تلگرام یا در هر صورت آپلود رو یوتیوب یا هر مصرف دیگه، اما مستقیم بدون کانورتر. خب چی داریم؟ Country boy, yes, mesh, Johnny be good. Whoever never learned to read or write so well, but he could play guitar like a ring in a bell. Boro, 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 Johnny, boro, 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 boro. ثانیه و 17 صدم ثانیه ما ویدیو داریم، میخوایم بگیریم برای اینستاگرام. خب این مراسم کبیر منه که رفته بودم اونجا قرتی بازی. اکسپورت میدیا، من میخوام بیتریت رو تنظیم کنم و خیلی مشخصاتی. اکسپورت سیتینگ، اینجا H264 انتخاب میکنم. اینجا میبینید که بین این آوت گذاشته شده یا کلن ورک اریا رو میذاریم، فرقی نداره. در هر صورت اینجا رو میخواد برامون خروجی بگیره، اینو آوت هم که نذاشتیم کلش رو برامون میگیره. خب پریسیتی که انتخاب میکنم HD هست، خود اینستاگرام تبدیلش میکنه، ولی خب مثلا میگیرم پریست HD 1280 در 720 با 29.97 فریم بر ثانیه. کجا ذخیره کنه؟ مثلا دسکتاپ، اسمش رو میذارم اکسپورت 1. ویدیو و اودیو رو خروجی بگیره، نهایتا اینو به ما میده. اینو دیگه کارش نداریم، میایم اینجا افکت رو دست نمیزنیم. ویدیو برای اینستاگرام دیگه اگر زنجیر زده شده باشه، دیگه روی یه تبلت هم شما بخواید باز کنی بیشتر از 800 پیکسل نیست. اینی که بذار اینجا باشه. اگر میخوای اینترنت خوبی داری، اینترنتت برات مهم نیست، خب بذار رو 1000، روی 800 در 450. تعداد فریم در ثانیه 29.97 خوبه، 25 هم خوبه، ما میذاریم همین باشه. پروگرسیو باشه، برای کارهای تلویزیونی از آپر فیلد و لاور فیلد استفاده می‌کنیم. NTSC باشه و در ماکسیموم دپ در واقع کار کنید. مربوط به کوالیتی ویدیوتون هست. این رو ببندید. اینجا سیستم محاسبه بیتریت هست. بیتریت مثل DPI هست، قبلا هم توی آموزش هم بوده. میذاریم روی CBR. برای اینستاگرام یک کافی معادل 1000 بیتریته که شما میتونید، میدونید که میتونید مثلا 18 بذاری برای اینستاگرام، کفایت میکنه. ماکسیموم رندر کوالیتی هم با آرامش رندر میکنه، نهایتا اکسپورت میزنی و رندر میشه و بهت خروجی میده که وقتی پروپرتیز بگیری بیتریتش 800 هست و میگیری. اما صدا 44 هرتز 128 بذاری، یه چند باز ممکن نزدیک به 1 مگابایت صدات بخواد معروف که حجمت کم شه و 128 تا 44 هرتز استریو کافی هست دیگه، رو باقیش دست نمیزنیم. این الان باید چیز بوده 5-6 یا اینا بشه 6 مگابایت میشه که خیلی خوب و ساده است برای این اینستاگرام. حالا بریم سراغ تلگرام. برای تلگرام مشخصات چیه؟ همین ها رو ست میکنیم، هیچ فرقی نداره. اما اینجا در قسمت ویدیو، از اونجایی که دیگه مردم روی تلگرام میخوان دانلود کنن، مثل اینستاگرام نیستش که خودش
در واقع کانورت میکنه اینه که 640 باشه عرض تصویرتون. طبیعتاً ارتفاعش خودش تغییر میکنه، 29.7 خیلی زیاده، میارمش روی مثلا 25. پروگرسیو باشه، NTSC باشه و CBRی که باید در نظر بگیرید واقعیتش اینه 0.5 کافیه که معادل هست با 500 بیت ریت و بعد خروجی میگیر. صدا هم میتونید تا 96 بیاریدش پایین، ولی 128-44 هرتز کافی. خروجی برای یوتیوب اینجا در قسمت اکسپورت ستینگ اینجا رو میذارید حتما روی پریست HD، اگر هم فول HD میذارید روی 1080، اگه HD اینجا این سایز تصویرتونه. در مورد تلگرام بگم، اینو فراموش کردم، اگر اودیو رو تیکشو بردارید و خروجی بگیرید برای تلگرام میشه GIF، ولی در خود کانالتون یا صفحتون میچرخه. خب اکسپورت دو مثلا برای یوتیوب هست، اینو میبندم میام اینجا render at maximum depth، اینجا رو بذارید 720 progressive، دست نمیزنید، میایید اینجا برای یوتیوب اینجا رو بذارید روی 5، یعنی 5000 کیفیت عالی و چیزهای با کیفیت رو میذارید. اگر پول ندارید برای اینترنتتون دیگه از 3.5 پایین تر نیایید، اگر اینترنتتون میتونست استفاده شه اینو بذارید خروجی بگیرید. برای تلویزیون مملکتتون اگه کاری رو فرستادید بذارید روی باز همین باشه، اما اینجا رو اگرچه میایید روی سیستم HD تنظیم میکنید، اما اندازه تصویر صدا سیمای ایران هست 720x576 که باید اینو باز کنید و اینجا رو بخواید 570ش متا خراب میشه دیگه، این کار باید قبلا تو سیکونس کرده باشید. اما اینجا رو دیگه پروگرسیو نمیذارید، لاور رو آپر میکنید و بعد اینو میزنید. اودیو رو هم میتونید 48 بعد ببرید بالا 320 بگیرید، میخواید تلویزیون پخشش کنید. برای ماهواره، برای ارسال روی ماهواره یا فیلم های عروسی که تحویل مردم میدید دوباره بذارید روی HD 264. اگر حتما ویدیویی که به دست مردم میدید فول HD هست، بنابراین میذارید روی HD 1080p. اکسپورت ویدیو اودیو کجا ذخیره کنه؟ دسکتاپ تحت عنوان سر، یعنی میبندم ویدیو، بله 1080 شد، همیشه ویدیو رو با ارتفاعش میشنسن. اینجا پروگرسیو، این رو میزنید که با دقت سی بی آر. برای ویدیوهایی که ببینید پریمیر میتونه به شما تا 50000 بیت ریت بده، این خفنه. ادیوز 18000 تا میده. حالا برای فیلم های عروسی بین 9 تا 12 دیگه واقعا کفایت میکنه، یعنی 12000 تا خیلیه، شاید اصلا کامپیوتر نتونه پخش کنه. یک MP4 12000 تا میده، بعضی ها 18000 تا میدن، خب دیوانه هم چکارش میکنی؟ من باشم فیلم عروسی دیگه 9000 تا بالاتر نمیدم. Use maximum render quality رو میزنید، صدا رو هم میذارید روی 192 کافیه، یا بذارید روی خیلی زیاد میشه 192 میذارید و 44 هرتز و خروجی میگه. این هم خروجی ماهواره اکسپورت میگه. فقط این که بعضی ها بخشی از ویدیو رو میخوان بگیرن، میگن I/O یک اینپوت آوتپوت آماده میکنن، خب خروجیشون در این حد خواهد شد. اون وقت وقتی میرن اینجا میخوان که مدیا بگیرن باید اینو بذارن روی این آوت، یعنی تو این محدوده برام بگیرن که ما اینجا کلشو میگیریم clear in out. این شد یک چکیده بر خروجی اینستا، تلگرام، یوتیوب، ماهواره و تلویزیون مملکت. 6000 تا مثلا برای تلویزیون کافیه.
اگر خواستید چیزی رو تستی به کسی بدید، بیشتر از 1000 تا دیگه بشنوید که بره ببینه و مثلا خوشش میاد بیاد بهتون سفارش بده. اگه سوالی چیزی داشته از روی کانالم، سایتم، ایمیلم، تلفنم، همه اینا هم بپرسید. خداحافظ شما.